متنهای دیگه. آه این نامبر هم مهمه. ببینید این نامبری که داره میخونه من مهمه، بذارید نامبر رو بهتون بگم. این استفاده میشه، دید اگه می بعضی از این پوتها رو رد میشم اینا مهم نیستن، یعنی نه که مهم نیستن، زیاد کاربردی نیستن، هر وجود دارن اما زیاد کاربردی. من سعی میکنم اون اینپوت هایی که زیاد کاربردی هم با هم کار کنیم. این نامبر مهمه چون خیلی استفاده میشه. نگاه کنیم، من مثلا میخوام از کاربر اطلاعات یک نامبر رو چیکار کنم بگیرم. مثلا نگاه کنم، ببینید من یک نامبری رو گذاشتم اینجا، آیدیش که اینه وصل شده به این، این یه توضیحاتی که نوشته با سریبر هستش، مهم نیست، این نیست، اکثر اینه. گفته عددی که باید وارد بشه بین یک تا باید پنج باشه، با مین و ماکس مشخص کرده. دقت کنید اینا از HTML5 به بعد هستن و جلوش رو میگیره اگه اطلاعات درستی نداده باشه. خودش در یه سری ویدیشن هایی رو سمت کلینت داره انجام میده، ویدیشن انجام میده. نگاه کنید اگر الان ما بیایم مثلا اینجا بدم 100، خب مثلا اینجا هم یه ایمیل بدم، بکنم یه فایل هم بدیم اما سابمیت بکنم، نگاه کنیم میگه نه، میگه value must be less than of equal 5، یعنی بین یک تا و 5 باشه. اما اگر اطلاعات بین دو تا رو بدیم، مثلا بدی 3، سابمیت بزن برای همه سابمیت رو انجام میده، میتونه اطلاعاتش هم بگید و نشون بدید. نگاه کنید اسمش رو چی گذاشتیم، متغیرش رو quantity گذاشتیم. دقت کنید اینو میتونید اینجا توی کوانتیتی چکار کنید، بگیرید و نشونش بدید. نگاه کنید کوانتیتی یه تیره بذاریم که مشخص بشه کی به کیه و کنترل کوانتیتی. خب سیوش کنیم، الان اطلاعات رو پر کنیم بفرستیم، هر یکی مثلا یه ایمیل بدیم و فایل رو انتخاب کنیم و مثلا یه عدد مثلا 3 سابمیت کنیم. خب چی گفت؟ تگ بی تو میگه آها ببین نکته یادم رفت، سیوش کنم، یه رفرش کنیم. با ناراحت چرا شدید؟ خب میگه در صفحه پیز بودن کدش مشکل داره. ببینیم اکو بی دورا دورا آقا ناراحت نشو درستش میکنیم. بچه پیه توی یه مقدار این پوریم اینجا اینو اضافه گذاشته بود. خب همین جواد مثلا چوز فایل و اینا مثلا میدیم 5 سابمیت، ببین بالا 5 رو چیکار کرد، نشونم داد. خود این کار کردن با اینپوت چی بود؟ نامبر بود. بعد میگه آقا اینا میتونید یه سری اتریبیوت مثلا چک تو گفتم بالا آها دیسیبل واسه چیه، ببین میتونید بعضی از اینا رو مثلا بیاید بگید آقا کاربر نتونه وارد کنه. مثال آقا میگی آقا همین میان دیسیبل باشه، مثلا استفاده کنم از اینجا، اگه بگیم دیسیبل باشه نگاه کنید اگه فشش کنم نگاهی دیسیبل شده، من نمیتونم کاری روش بکنم. یه دیسیبل داریم، یه دم رید اونلی داریم فکر کنم، صبر کنه. خب ماکسیمم سایز واسه چیه؟ میتونم به تکست باکس هاتون اتریبیوت ست کنی که این مثلا اینجا که داری اینپوت نیم ماکسیمم سایزش باشه چند تا؟ 25 تا. 25 تا رو نمیگیره دیگه اسمو. خب هم فکر کنم با این شکلی بدیم، ازت چک کنم
نه میکنم دیگه، نگه اضافه نستش. ها بعد ریدون ری نه، اگر اینو من ریدون ری نشون میده اما نمیذاره تغییر کنه. ببین مثلا این دیفاد وریوی داره به نام این، اینو بزنم ریدون ری سیو، لاغ ریفرشش کنم دیگه نمیتونه. این ببین داره نشون میده اما قابل تغییر نیست. ببینید اینو ریدون ری کردم، راست نیم ریدون ری کردم دیگه نمیتونه تغییرش بدید. اینا ما یا مثلا میگید اجباریه، حتما باید مقدار مثلا ما واسه نیم اینجا گذاشتیم باید اجباری باشه. چیکار میکنید؟ میاد جور نیمتون اینپوت نیم اینجا گفتم ماکسیمم رنج 25 باشه، اینجا میشه آقا این الزامیه ریکوایرد، اگه وارد نکنید اجازه پست بهتون نمیده. نگاه کنید آقا یا همش اصلا پر کنید، اینم پر کنید، مثلا اینم بزنید 3 3 نگاه کنید، میتونید کم با زیادش کنید با هم. اما الان وقتی سابمیت بزنم چرا انجامش نداد ریکوایرشو، باید سب کنید ببینم کجا اشتباه کردیم. از سیوش نکرده بودیم. تست پست نباید بفرسته، باید جلوشو باید دیگه کنید. میگه که سیو نشده بود، میگه پلیز فیل او دیس فیل، میگه باید حتما این فیل چی باشه؟ پر بشه. پر نشه ریکوارده، ادامه نمیده، پست اتفاق نمیفته. این هم مهم بود، ریکوارد مهمه. وریو هم که گفتم مقدار پیش فرض ست استپ هم واسه این استفاده میشه. نگاه کن دوستان، مثلا اینجا میخواید بگید توی آیدی تا 5 استپ مثلا دوتا من زیادش کنم که مشخص بشه. 10 سیوش میکنم، یه ریفرش میزنم براش. ما به این ببخشید نگاه کنیم. اینجا من دوست این خب ریفرش شد، الان مقدار ما ببینید دوتا داره میره بالا. خب اینم که گفتم دوتا شو، بعد اینم میتونید با هم ترکیبی استفاده کنید. خب رنج هم گفتم، مینیموم ماکسیموم رو گفتم. خب ببینید دقیقا تایپ ست دقیقا شبیه تکست باکس هستش. مثلا تلفن تلفن رو میگیره، خب تایم اینا که زیاد استفاده می یاره یاره رو میگیره، باید همه یاره وارد کنید. من زیاد ندیدم از این استفاده بشه، اونایی که مهم بود بهتون چیکار کردم توضیح دادم. خب اتریبیوتور هم که تا اونجا که ریدونری رو گفتم دیسیبل هم بهتون گفتم. سایز ببینید خب سایز واسه چی هستش؟ دقت کنید دوستان، با رنگز این اشتباه نگیرید، تفاوت دارم با هم. ببین من سایز هم بهتون بدم اینجا، این ماوز من رنگز 25، من سایز رو میزنم روی 20 کارکتر. دوستان دقت کنید، این 25 کارکتر، سایز رو من میزنم روی 20 کارکتر. خب الان سیوش میکنم، دقت کنید دوستان، اینجا من بزنم ببینید این چرا داره اتفاق میفته. بذار کمش کنم که متوجه بشید. این سایز رو مازمنز رو میزنم رو 10، سایز رو میزنم رو 5. اینو سیوش میکنم، اینو ریفرش میکنم، نه سایز اینه. اما میتونید ببینید 1 2 3 4 5 به بقیهش میگم بعد 6 7 8 9 سایز رو سایزش رو داره تنظیم میکنه. سایز جایی رو که میتونه کاراکترها رو توش برامون چیکار کنه نمایش بده، سایز اونه. ماکسیمم یه تعداد کاراکتری که توش دیگه میشه نمایش داد. ببین میگه the input size attribute is defined visible width، میگه اون اندازه قابل نمایش اتریبیوت اون اینپوت هستش. خب اینم که توضیح دادیم، ماکسیمم ایکس هم که گفتم بهتون، مین ماکس هم توضیح دادم، مالتیپل هم گفتیم که میتونه چند گوس اینا رو انتخاب کنه. رگولار اکسپریشن ها رو کاملا در بحث
جاوا اسکریپت ببینید، دیدید بحث جاوا اسکریپتی هستن. اون موقع به اونجا که رسیدیم کاملا بهتون کامل بکنم یه نیم جلسه اینا در مورد بحث رگولار اکسپریشن اینا یا عبارت های منظم براتون توضیحات خواهم داد. بس بذار بمون اونجا با هم میخونیم. این که میگیم ایمیل بده یا همشو عدد بده یا قسمتشو اینا، خب درست اینا، اما همه اینا برای همین لایبرری هایی هستن آماده و مفید ازشون استفاده خواهم کرد. اما خب خواهی از اوت نیست که توضیح بدم موردشون بدم. اما این پلیس هولدر چیه؟ ببینید شما میتونید واسه یه پلیس هولدر اینه دوستان، من میام واسه این تکستم یه پلیس هولدر میزنم. مثلا اینا رو درست کنم، اینو کنم 20 کارکتر، اینو بکنم مثلا 25 کارکتر. مثلا اینجا بیام یه پلیس هولدر هم براش بذارم، اینجا بنویسم توش نام خانوادگی رو وارد کن. نگاه کنید این هم مهمه، توی به خصوص توی بوت استرپ خیلی استفاده. ببینید چه اتفاق میفته من اینو رانش کنم. نکن توش میمیری با رنگ کم رنگ میریسه نام خانواده، یعنی داره بهتون میگه که اینجا چه چیزی قراره وارد بشه. یه هولدریه که بهتون یه توضیحاتی میده، من بگه دیدم میره این اطلاعات مهمی، فقط داره به شما میگه که اینجا چی رو باید وارد کنی. پریس هولدر مهمه، معمولا واسه تکست باکس ده همشون پریس هولدر رو چیکار میکنن؟ چک میکنن، میگه که هینت میده به شما و توضیحاتی در مورد اطلاعاتی که قرار اونجا وارد بشه. خب اینم که گفتم ریکوایرد هم اجباره میکنه فیلد رو و استپ هم که مثالش رو زدیم. خب یه گزینه هم هست به نام اوتو فوکوس، اینم مهمه دوستان. آقا من چند تا تکست باکس داره، میخوام آقا به صورت پیشفرض وقتی میاد مثلا تو اینجا خب فکر کنید فوکوس میخوام بیفته روی، من میخوام آقا فوکوس بیفته روی، فکر کنم ولی دوانه جواب میدم. شما اگر اجرا کنید نگاه کنید فوکوس افتاد توی دومین عبارت. نگاه کنید اگر بذارید مثلا فوکوس رو میخوام بیفته توی این، نگاه کنید کافیه بیام بنویسم ما اوتو فوکوس رو بنداز روی ایمیل، ببینید میپره وقتی فرم نشون داده شد. مثلا میذارم اینجا، نگاه کنید اوتو فوکوس میکنه روی اونی که اون اینپوتی که شما بهش گفتید. نگاه کنید الان میره روی ایمیل، آبی میشه دورش. نگاه کنید فوکوس الان من فوکوسم روی اینه، الان فوکوسم روی اینه، اما این اتومات فوکوس وقتی اجرا میکنم میره روی ایمیل. نگاه کنید اینا چیزایی هستن که با سیم 5 بهش اکثرا اضافه شده. خب بعد خب تا همین قسمت بقیهشو دیگه واسه این فکر کنم تا این حد واسه بحث اینپوت های فرماجیه در این دوره کفایت بکنه. خب جلسه بعد انشاءالله وارد دیگه بحث استیمینا رو خوندیم، مباحث فرم هم خوندیم دیگه، از جلسه بعد انشاءالله وارد بحث فکر کنم یک بحث کوتاه ریافت و ریسپانسیو اینا هم خب در بحث بوت استرپ اینا کامل خواهم گفت، بس بماند اونجا. اما فکر کنم دیگه بحث چی تموم شد، از جلسه بعد انشاءالله وارد بحث های جاوا اسکریپت و ادامه مباحث جی کوئری و بوتسترپ اینا خواهیم شد. خب بسته.